We are discovered. Good. ناپلئون، جدیدترین ساخته ریدلی اسکات در صدر فروش جهانی. این فیلم با بازی واکین فینیکس در نقش نخستین امپراتور فرانسه تا کنون بیش از 80 میلیون دلار فروخته که در این بین 46 میلیون دلار سهم گیشه بین‌المللی است. فیلمی از ظهور و سقوط ناپلئون بناپارت در انتهای قرن 18 و ابتدای قرن 19 میلادی. تصویری هالیوودی از به قدرت رسیدن و لشکرکشی‌ها تا رابطه پیچیده مبتنی بر عشق و نفرت ناپلئون و همسرش جوزفین. فیلمی که به نظر می‌رسد در اسکار امسال هم سر و صدایی به پا کند. کاری از ریدلی اسکات 85 ساله فیلمساز بریتانیایی که از سال 1969 به دنبال ساختن آن بود. بعد از یک وقفه 30 ساله نهایتاً به ناپلئون بناپارت رسیدم. از تاریخ فرانسه و فرهنگ اون کشور لذت میبرم. میخواستم که نگاهی به گذشته اونجا داشته باشم. اما دستاورد اسکات به مذاق فرانسوی ها خوش نیامده. برخی رسانه های فرانسوی از عدم دقت تاریخی و موضع ضد فرانسوی فیلم گفتند و بعضی هم آن را به باربی و کین تحت امپراتوری تشبیه کردند. بعضی قسمت های سناریو خوب بود، اما بخش زندگی و جنگ های ناپلئون کاملا خلاف واقعیت بود. کاش چنین کار پرخرج و فوق‌العاده‌ای این اطلاعات غلط تاریخی رو شامل نمی شد. کاملا سینمایی بود، چیزی برای عرضه نداشت. خطاهای تاریخی زیادی داشت و فیلمی بود که نه تنها شخصیت ناپلئون رو به تصویر نکشیده، بلکه به نحوی چهره اونو مخدوش کرده. در این میان برخی کارشناسان فرانسوی میگویند این فیلم را نباید با استناد به حقایق تاریخی تماشا کرد، بلکه باید آن را اقتباسی از نقاشی‌های موزه لوور و نمایشی سرگرم کننده از ناپلئون دانست. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.